برادر مسعود اسم من را هم در مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش بنویس. حاضر، حاضر، حاضر. سرنگانی 1400، برادر مسعود، اسم مرا هم در مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش بنویس. زنده باد ایران، درود بر ایران. برادر مسعود، اسم مرا برای مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش بنویس. حاضر، حاضر، حاضر. برادر مسعود، اسم مرا هم برای مؤسسان پنجم بنویس. حاضر، حاضر، حاضر. برادر مسعود، اسم من هم تو مؤسسان پنجم بنویس. حاضر، حاضر، حاضر. برادر، من را در مؤسسان پنجم بنویس. حاضر، حاضر، حاضر. برادر مسعود، اسم منو در مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش بنویس. حاضر، حاضر، حاضر. برادر مسعود، در مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش، اسم مرا بنویس برای سرنگوی آخوندها. خب دوستان عزیز، ادامه میدیم برنامه ارتباط مستقیم این هفته رو، ویژه گردهمایی جهانی ایران آزاد. اجازه بدید که هموطنانی که با ما در تماس هستند رو منتظر نگذاریم و تماس ها رو وصل بکنیم. سلام میکنم به مجید از هلند، امیدوارم که صدای ما رو بشنوید و بتونیم صداتون رو بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم. با سلام خدمت شما. سلام بر شما آقای رفیعی و آقای ابرشمشی. من فکر میکنم آقای ابرشمشی رفتن، درسته؟ نه خیر، آخه خدمت شما هستم. سلام عرض میکنم. حال شما خوبه برادر مجید؟ در خدمت نباشید. در خدمتم. شما خسته نباشید. یه مقدار مشکل فنی بودش، من صدام به صدای شما نمی اومد، اما دوستان تلاش کردن بس شد. بله، خیلی ممنون منو بس کردین. سعی میکنم خیلی کوتاه صحبت بکنم. سوال خیلی داشتم، اما برادر انقدر شیوا، انقدر زیبا صحبت کردن که یه سوالی نموند برای من. فقط من به اصطلاح از اینجا میخواستم سلام عرض کنم خدمت تمام مجاهدین و همه اشرف نشانها توی خارج از ایران، اول تو اشرف سه، و تمام دوستان اشرف نشانی که اینجا الان توی وین هستن و در گوشه نقاط تمام دنیا دارن بالاخره یه قدمی برمیدارن برای آزادی ایران. در مرحله بعدی سلام عرض می‌کنم خدمت کانونای شورشی که فکر می‌کنم کاری که اینا کردن و پرچم غیرت ایرانی رو بلند کردن و سعی کردن این اختناق آخوندها رو که یکی از بزرگترین صدایی بود در مقابل مردم ایران که 42 سال مجاهدین سعی کردن این اختناق رو از بین ببرن، کانونای شورشی سعی کردن و تونستن این کار رو انجام دادن و من فکر میکنم همین باعث پیروزی این جنبش ما خواهد شد به زودی زود، چون آخوندها و دیکتاتورها بیشتر روی این مسئله متمرکز میشن و همین الان هم نگاه بکنید خامنه‌ای با آوردن رئیسی میخواد دقیقا همین رو نشون بده. خیلی جالب گفتم برادر شریف، من اول فکر میکردم میگفتم خامنه‌ای رئیسی رو آورده برای اینکه دندون نشون بده به مجاهدین یا به مردم ایران، ولی حتی خامنه‌ای اینو آورده که این دندون نشون بده به خودیای خودشون. شما توی این مناظرهایی که اینا داشتن، صحبتهایی که همتی میکرد در مثلاً مقابل رئیسی، دقیقا همین رو نشون میداد. اما دوباره برگردیم به کانونای شورشی، بهشون بگم که ما اشرف نشانای توی بیرون از ایران واقعا به حالتون قفته میخوریم. اگر یهویی کسی بهتون برگرده بگه آی مجاهدین بیرون از ایرانن، شما اینجایید فلان اینا، یا مثلا شما جونتونه به خطر داریم میندازین، اینجوری نیست. اینه بدونیم مجاهدین تو لحظه به لحظه تو تمام این حوادث پشتیبان مردم ایران بودن، همونجوری که من تجربه کردم اینو تو این چندین سال که مجاهدین شناختم پشتتون بودن. و اینو بدونیم بچه‌هایی که اینجا هستن اشرف نشانا، همه قبطه اینو میخورن که ایک کاش جای شما بودن، در کنار شما توی ایران بودن و میتونستن الان یه نقشی داشته باشن برای ابین بردن این اختناق آخوندها. کاری که میکنید خیلی بزرگه، مخصوصا خواهرها.
مخصوصا زنها و دخترای ایرانی که من صداشون رو وقتی میشنوم واقعا لذت میبرم از اینکه چهره واقعی زن ایرانی رو یا صدای زن واقعی زن ایرانی رو شما میتونید از به اصطلاح صحبت‌های اینا بشنوید. این نیستش که چیزایی که توی این برنامه‌های به اصطلاح سوشال مدیا هستش در رابطه زن‌های ایرانی نشون میدن یا اون روابط به اصطلاح اون اشخاص خیلی کم و کوچیک به اصطلاح. به خاطر همین دست مریضات به همه تون ایشالله روزی بشه باور کنیم. من خودم به عنوان یکی از این اشرف نشانهای توی اروپا دقیقه به دقیقه آرزوی اینو میکنم که هر چه زودتر برادر به همون دستور بدن که بتونیم به طرف ایران حرکت بکنیم. و از همینجا هم میخوام بگم که به برادر اسم منم به عنوان یه عضو خیلی کوچیک خیلی کوچیک برای مؤسسان پنجم بنویسین. حاضر و آماده هستم. حاضر حاضر حاضر. خیلی ممنون متشکرم از این که به من این وقت دادید. امیدوارم همیشه پیروز باشید. همیشه چجوری میگه هر چی که میخواید بهش برسید که میدونم شما آرزوتون فقط آزادی مردم ایرانه. احسنت. و دوست دارید که مردم ایران به اون به صلاح چجوری میگن به شأن و منشأت خودشون برسن. متشکرم شما خیلی ممنون. مرسی که این وقت رو من دادید. درود بر شما. درود بر شما برادر عزیزم مجید. فی الواقع چه جمله زیبایی گفتید که این کانون‌های شورشی در واقع بیانگر و پرچم غیرت ایرانی هستند در مقابل اختناق این آخوندها. و همه این نکات زیبایی که گفتید راجع به کانون‌های شورشی، به خصوص خواهرانمون در کانون‌های شورشی که خیلی درست میگین، اینها معرف زن ایرانی هستند. چون اگر زن ایرانی همونی نبود که امروز در کانون‌های شورشی یا خواهران مجاهد ما به خصوص در شورای مرکزیمون و در جایگاه رهبری هستند، اگر زن ایرانی اون نبود، چنین نمایندگانی رو نمیتونست از خودش به صحنه بفرسته. پس زن ایرانی آنقدر رشد یافته و پیشرفته بوده که نمایندگانش چنین صلاحیتی برای برافراشتن پرچم آزادی رو دارن. یک نکته هم شما گفتید به درستی که ما هممون قبطه میخوریم برای اینکه در کنار کانون‌های شورشی باشیم، ولی من فقط میخوام بگم برادر عزیزم مجید، شما در کنار کانون‌های شورشی هستید. همه کارهای سیاسی که شما بکنید برای ماکسیموم بسیج، همونطور که گفتین، برای این کهکشان دوشا دوش کانون شورشی است و دلگرمی، چون توضیح خواهم داد بیشتر، اولین برنده یک کهکشان بسیار گسترده و با عظمت کانون‌های شورشی هستند، چه به لحاظ مادی در تعادل قوا در داخل کشور، چه به لحاظ معنوی و روحیه. انشالله فرصت بشه بیشتر توضیح میدم. درود بر شما. برای درود بر مجید. و همینطور درود، یادم رفت، درود بر تقاضای ثبت نامتون، به خصوص که خیلی زیبا گفتین برادر مسعود حکم برفتم به سمت ایران رو صادر کن که ما دوشا دوش بریم. درود بر شما. بله. تماس بعدی از سوئد است. سلام میکنم به حسین. خواهش میکنم بفرمایید. برادرمون حسین از سوئد اگر که هستید بفرمایید. بله بله سلام. سلام به شما. بفرمایید. بله با سلام به شما گردانندگان سیمای آزادی و سپاس و تشکر از ارتباط مستقیم که برای ما امکان ارتباط با مردم ایران، کانون‌های شورشی، رزمنده و مجاهدان اشرف سر همه آزادی خواهان ایجاد کرده و می کند. و سپاس و تشکر فراوان از برادر شریف از حضورشان در همه صحنه ها و صحبت های روشنگرانه شد. همانطور که همه ایرانیان آزاده می دانند و شاهدن، رژیم سراپا دجال و جنایتکار آخوندی و در رأس آن ولایت فقیه و ولایت وقیه خونخوار در سرفصل‌های مختلف از همان ابتدای انقلاب ضد سلطنتی شروع به خونریزی و سرکوب جوانان و مردم و همه آزادخواهان کرده و اکنون عزم بر انتصاب متخصص کشتار و قتل عام مجاهدین رئیسی جلاد یک بار دیگر سرفصل تازه‌ای را رقم زده است. در واقع این ببخشید
در واقع این کار نشان دهنده بنبست ولایت وقیه و خامنه‌ای است که راهی جز عزم اختناق بیشتر و سرکوب را نتوانسته انتخاب کند، چرا که کانون‌های شورشی عرصه را بر خامنه‌ای هر روز و هر لحظه تنگتر و تنگتر کردند. همگان شاهدند که رژیم پوسیده و روبه سرنگونی تنها و تنها برای چند سباهی عمر بیشتر رئیسی جلاد را به صحنه آورده. اما ذهی خیال باطل. به درستی که مردم ایران در همه سرفصل‌های تاریخی فریاد لبیک به فراخوان برادر مسعود جانان را اعلام کرده و عزم و رزم خود را برای پیروی از راه و آرمان و آزادی اعلام کرده و انشاءالله زمان سرنگونی رژیم پلید آخوندی را رقم زده و می آفرینند. همچنین از این فرصت استفاده کرده و به سهم خود تمام تلاش و کوشش خود را در رساندن صدا و فریاد آزادی خواهانه مردم ایران و کانونهای شورشی به کار خواهم برد. در واقع تعهد هر یک از ما برای از بین بردن رژیم پوسیده و روبه نابودی آخوندی لبیک به فراخوان مؤسسان پنجم برادر مسعود جانان ما است. و از همینجا با صدای رسا اعلام می‌دارم که برادر مسعود اسم مرا هم در این فراخوان بنویس و حضور دائمی‌ام را تا سرنگونی رژیم جنایتکار پذیرا باشد که به زودی حضورت را و صدای آزاد خواهانت را همگی من در میدان آزادی شنیده و به گوش جهانیان برسانیم. مرگ بر اصل ولایت وقیه، درود بر کانونهای شورشی، زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران. حاضر 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 به فراخوان برادر مسعود جانانمان. و همچنین با تشکر از وقتی که در اختیارم گذاشتید تا بتوانم حضور خود را اعلام بکنم. درود بر شما برادر عزیزم. درود بر شما برادر عزیزم حسین که فرواقع با رساترین شکل شما اعلام آماده باش کردید تا آخرین لحظه عبور حضور دائمی، تا به صدا در آمدن بانک آزادی در میدان آزادی در ایران انشاءالله از طریق صدای زیبای برادرمون مسعود. و چه درست گفتید که کانون‌های شورشی رژیم رو در بنبست قرار دادند و عرصه رو بر اون تنگ کردند. انشاءالله که ما هم بتونیم یار و یاور سیاسی اونها باشیم که هستیم و کسی مثل شما حتما این وظیفه رو تا کهکشان و بعد از اون ادامه خواهد داد. درود بر شما. بله، باز هم تماس داریم از سوئد و دو هموطن که از اسپانیا الان با ما در ارتباط هستن. نوبت رو بدیم به برادرمون شریف از سوئد. سلام میکنم به شما، خواهش کنم بفرمایید. سلام و خسته نباشید. درود بر شما. من میخواستم کمی در با انتصابات این خامنه ای خبیث که انتصاب کرده از غرب صحبت کنم. اما من ارضا میدم به مادرانش با هم ادای آبان 98 با صدای رسا بلند فریاد میزنن نمیبخشیم نفراموش میکنیم، رأی ما سرنگونیست. این در داخل ایران مادران دلیر شهدا فریاد میزنن. بعد من واجب میبینم به خودم که درود و سلام خود را به کانون‌های شورشی اعلام کنم و به عنوان سربازی پشت سر کانون‌های شورشی اعلام آمادگی کنم و به فرمان بعدم مسعود شیر همیشه بیدار در مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش افتخار ثبت نام داشته باشم و به خامنه‌ای خبیث اعلام کنم که ای خبیث، روزهای آخرته، بهت این تعهد من به مردم ایران میدم در حضور کانونهای شورشی شما را به زمین خواهیم کشوند. درود بر کانونهای شورشی، سلام بر مجاهد،
خلق جهان بدانند مسعود رهبر ماست. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر مجاهدین. بیشتر از این وقتتون را نمیگیرم. سپاسگزاری میکنم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. درود بر شما برادرمون حسین از سوئد. درود در برادرمون شریف از سوئد که درود بر شما همشهری عزیزم. فی الواقع چقدر زیبا شما صدای خودتون رو از زبان و دهان مادران شهدا به گوش جهانیان رسوندین که البته بدون شک مؤثرترین صدا صدای اونهاست که سینه سپر کردند و ایستادند و گفتید که به این ترتیب واجب و لازم و ضروری بر ما که مانند سربازی پشت سر کانون‌های شورشی حرکت بکنیم. درود بر شما، درود بر تعهدتون و درود بر تعهدی که دادین به کانون‌های شورشی که با کنار در کنار اونها خامنه ای رو بکشین روی زمین و نابود و ساقطش بکنید. موفق و پیروز باشید برادر عزیزم شریف. بله، از سوئد بریم به اسپانیا و گوش بدیم به صحبت‌های برادرمون حسن. سلام می‌کنم به شما، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام خدمت شما و همه دوستان سیمای آزادی و سلام به برادر شریف و همه مجاهدین. سلام بر شما. سلام بر شما. وظیفه خودم دونستم تماس بگیرم جهت ثبت نام در مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش و حمایت از کانون‌های شورشی در داخل ایران و اینکه حمایت می‌کنیم تا سرنگونی خمینی و خامنه‌ای. درود بر کانون‌های شورشی، سلام بر مجاهدین. درود بر شما برادر عزیزم حسن و اعلام آمادگیتون و ثبت نامتون و انشالله که موفق باشید در اسپانیا. تلاش کنید که انشالله هرچه بیشتر هموطنان خودمون رو در این کهکشان بسیار بسیار مهم و سرنوشت‌ساز در کنار کانون‌های شورشی مشارکت بدید. براتون آرزوی موفقیت دارم. خب همچنان در اسپانیا بمونیم و گوش بدیم این بار به صحبت‌های برادرمون محمد. سلام به شما، بفرمایید. سلام، شب شما بخیر. مرسی، خیلی ممنون. ببینید من محمد هستم، از اسپانیا صحبت میکنم. بله. خیلی ممنونم از اینکه فرصت به من دادید که منم نظرم بگم. با توجه به شرایط کنونی که الان در حال رژیم جنایتکار خمینی در حال انتصابات جدیدی برای ریاست جمهوری هستش، من هم گفتم به طور کوتاه نظر میدم. یکی این که من هم مثل بقیه ایرانی های آزاده این انتصابات یا به قول خودشون انتخاباتشون رو محکوم و تحریم میکنم و تنها یک رأی دارم مثل بقیه و آنم رأی سرنگونی مطلق و تمام این رژیم هست. درود. و در یه پیامی هم برای همشهری های عزیزم دارم، برای پهلوان های کرمانشاهی، شاهباد غرب، کرند غرب، سرپل زهاب، قصر شیری، شهر خوبان، که در این بازی جنایتکارانه رژیم شرکت نکنند، شرکت نکنید، انتخابات یا انتصابات آنها را تحریم کنید، برای سرنگونی این جنایتکاران نهایت تلاشتون رو بکنید و به مؤسسات پنجم ارتش آزادی بخش بپیوندید. منم در نهایت از برادر مسعود میخوام اسم مرا به نام یک سرباز پا به خدمت در مؤسسات پنجم بنویسم. حاضر. احسن. درود. درود بر شما برادر عزیزم محمد و حاضر گفتن و تقاضای ثبت نامتون و توصیه زیباتون به هموطن و همشهریانتون در کرمانشاه و اون مناطق که خواستین که برای سرنگونی رژیم خواستار ثبت نام در مؤسسان پنجم بشند. تردیدی ندارم که صدای زیبای شما رو شنیدند و حتما بسیاری از اونها به این لبیک خواهند گفت. به شما درود میفرستم و براتون موفقیت آرزو میکنم. بله، تماس بعدی از انگلستان هست. سلام میکنم به بابک، بفرمایید. خواهش میکنم. الو، بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما آقای رفیعی و برادر شریف
شرافت همه مجاهدین و آزادی خواهان ایران در برابر تمام ناشریفان، نانجیبان و تمامی جنایتکارانی که امروزه بر ایران حاکم هستند و ننگ بر اونها باد، شرم بر اونها باد وقتی که چهره همین برادر شریف را میبینن، چهره به این پاکی، چهره به این دوست داشتنی و آزادی و آزادی خواهی. لطف شماست. شهری برادر شریف. لطف شماست و شرمندگی من بابک عزیزم. خیلی خواستم که سریع بگم که برادر شریف عزیز و تمام مردم ایران از 40 سال پیش یک حرف بیشتر نبوده. یا آزادی یا رژیم آخوندی و خوشا مجاهدین و مقاومت ایران که از همون روز اول در برابر این رژیم ایستادند و نه به انتخابات و انتصابات و سیرک انتخابات گفتن، بهترین اصطلاحی که گفتن همین سیرک انتخابات رژیم بوده و به جز سیرک، سیرک انتخابات هیچ چیز دیگری نیست. که همیشه یک مشت معذرت میخوام اگر توهینی به میمون نباشه، یک مشت میمون را میارن و تو این سیرک به نمایش میگذارن. خواستم که من هم به نوبه خودم در مؤسسان پنجم افتخار داشته باشم که ثبت نام کنید مرا در مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش. ثبت نام می کنم و به رژیم آخوندی میگیم که رأی ما سرنگونی و آزادی است. اگر که شما به رژیم و تمام دوم و دنبالچه هاش، اگر که شما فکر میکنید که واقعا بر حق هستید، از چه میترسید؟ به فراخوان خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و برادرمون مسعود از 40 سال پیش بیایید و پاسخ بدید، خودتون را در برابر رأی بگذارید. و خواستم یه جوکی هم بگم اینجا، یعنی جوکی که من نمیخوام بگم، جوکی که این همتی یکی از این کاندیداها گفته بود و هشتگ کرده بود توی اینترنت، گفته بود که من مخالف سانسور هستم. خواستم بهش بگم که آخر جنایتکار، تو یک جنایتکاری هستی، خودت کاندید و برآمده و یک میمونی هستی، برآمده از سانسور هستی. اگر که سانسور نبود که تو کاندید الان نبودی. و به هر حال حرف گفتنی هست، ولی خودش را مضحکه عام و خاص کرد با این کلمه، این که گفتش که من مخالف سانسور هستم. مخالف سانسور مجاهدین هستند، مجاهدین خلق هستند و تمام آزادی خواهان هستند که خودشون را در معرض رأی مردم گذاشتند و خواهند گذاشت و پیروز هم خواهند بود در این زمینه. اگر مجاهدین پیروز نبودن و سربلند نبودن، تا به الان در برابر این رژیم وحشی دوام نمی آوردن. اون کسی که مخالف سانسور هست، مجاهدین خلق ایران هست با افتخار تمام، که از 40 سال پیش گفتش که نه به دیکتاتوری، درود بر آزادی، درود بر آزادی و درود بر برادر مسعود و خواهر مریم و تمام شیفتگان و فداکاران آزادی راه ایران. و خود من به شخصه شرم میشه که همین الان دارم توی چشمای برادر شریف نگاه میکنم. و من هم به عنوان مؤسسان پنجم ثبت نام کنید. بیش از این وقت شما و بقیه هموطنان را نمیگیرم. درود بر شما، به امید دیدارتون از نزدیک. زنده باد آزادی، درود بر رجوی، مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خامنه ای. درود بر برادر عزیزم بابک. فی الواقع برعکس، من بسیار مفتخرم که از صدای شما رو میشنوم. و چقدر زیبا گفتید که باید از حیوانات و میمونها عذرخواهی کرد اگر تشبیه میکنیم بالاجبار برای رسوندن حرفمون. و درود بر درخواست شما برای ثبت نام در مؤسسان پنجم که من یقین دارم از عمق وجودتون هست و انشالله که همه ما قادر خواهیم بود. راست میگید، شما حق با شماست. مجاهدین اگر تا بن استخون دموکرات و آزادی خواه نبودند، هرگز نمیتونستند در مقابل این رژیم بایستند، چون چاقو هیچ وقت دسته خودشو نمیبره. همه اونهایی که در مقابل رژیم نمی ایستند باید برن در شعارهای خودشون شک بکنند. مجاهدین آزادی خواه بوده و هستند، همونطوری گفتین خواهند بود به هر قیمت و به هر بهایی که تموم بشه. درود بر شما، موفق و پیروز باشید.
بله، بعد از صحبت‌های برادرون بابک الان به من اطلاع میدن که دکتر سعید سجادی از آمریکا رو همراه خودمون داریم و فرصتی هست که صحبت‌های آقای سجادی رو بشنویم. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوشحالیم که از این لحظه شما رو همراه خودمون داریم. خواهش می‌کنم بفرمایید. الو، سلام. سلام بر شما. خدمت شما آقای رفیعی و همچنین مهمان گرامی و عزیز برنامه شما آقای ابریشمچی. من چند نکته رو در رابطه با انتخابات و یا نمایش انتخابات رژیم می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. در مواجهه با مردمی که برای آزادی و استقلال انقلاب کرده بودند، مردمی که انقلاب مشروطه و نهضت ملی رو پشتبونه خودشون داشتن، حتی خمینی با اون قدرت اهریمنی که داشت سال 57 هیچ راهی نداشت جز اون که با دجالیت و برای فریب مردم جمهوریت و انتخابات رو جز ساختار رژیم ولایت فقیه بکنه. البته برای رژیمی که هدف وجودیش در نفی حق حاکمیت ملی مردم، یعنی بر اساس همون اصل ولایت فقیه نهادینه شده، پدیده جمهوریت و انتخابات یه تضاد ساختاری رو به صورت بنیادی وارد این رژیم بقایت شکننده و ضد تاریخی کرده که از اون هیچ رهایی نداره. این تضاد ساختاری در تمام مراحل عمر نکبتبار رژیم به عنوان یک منبع استکاک درونی رژیم عمل کرده، از قدرت انتباقش و همچنین بازدهیش کم کرده. تبعات منفی این شکل ساختاری البته در دوران خمینی محدود بود، چون که خمینی به لحاظ اون قدرتی که داشت میتونست این تضادا رو سرکوب بکنه یا از بروزش در سطح جامعه جلوگیری کنه. و همچنین اختناقی که بود دهه 60 یک اجازه نمیداد تا حدی، و همینجور مسئله جنگ. اما در طول سالهای بعد این شکل ساختاری، یعنی همین انتخابات و قولا جمهوریت، یه صدمات جبران ناپذیری رو به صورت تصادی برای رژیم داشته. اولا اینکه تضادهای رژیم و جنابندی های رژیم رشد کرده و نهادینه شده اصلا توی خود رژیم، و همچنین باعث ضعف ولایت فقیه شده، و همچنین این شکافی که هست یه راهی رو باز کرده برای اینکه جنبش اجتماعی مردم بتونه به صحنه اجتماعی ورود پیدا بکنه. با این وجود این شکل ساختاری که داره رژیم در طول سالها یه دستاوردهایی برای رژیم داشته، چون به دو جهت، یکی اینکه اولا این ابهام رو به وجود آورده که رژیم رفرم پذیر هست، دوم اینکه اصلا مسئله مماشات و سیاست مماشات بر اساس این بوده که رژیم میشه تغییر داد این رژیم رو، که البته امروز دیگه این شکل ساختاری رژیم دیگه این دستاوردهاش به نقطه پایانی خودش رسیده. این نقطه پایانی رو شاید بشه گفت با قیام‌های سال‌های 96 و 97 تثبیت شد، چون که دیگه مردم گفتن این، یعنی دیگه این پایان ماجرای جناح‌بندی‌های داخل رژیم هست. حالا که این شکل ساختاری رژیم به پایان خودش رسیده، ولی اون تبعات منفیش برای رژیم هنوز هست، و اتفاقا الان این ساختاری که رژیم داره در خدمت سرنگونی رژیمه. به خاطر همین هم هست که خامنه‌ای برای جلوگیری از قیام مجبور این نقطه ضعف ساختاری رژیمشو بخواد بپوشونه، و چون که تنارایی که هست اینه که بیاد اصلا یک جناح رو حذف کنه که این شکاف رو ببنده. یعنی اون حتی میدونه که با این برصورت حذف یک جناح خود رژیم ضعیفتر میشه، ولی یک رژیم ضعیفتری میشه که یک دسته، و فکر میکنه با این یک دست بودن بتونه با خطر قیام مواجه کنه. البته اون یه پیام هم میده با این حذف
جناح مقابل اینه که استراتژی قیام اتفاقا جواب داره. کانون‌های شورشی در کانون این استراتژی به بلوغ خودشون رسیدن و رژیم به آخر خط خودش رسیده و همچنین به روی آوردن رژیم به رئیسین پیام رو به صورت روشن و واضح میده که رهبری این قیام و خط سرنگونی با مجاهدین هست. حال که رژیم خودش اعتراف میکنه که به پایان دوران خودش رسیده، مسلماً مقاومت برای انطباق با شرایط جدید و آمادگی حداکثر نیاز داره و متعهد میشه که با آرایش جنگی تمام عیار در تمام صحنه‌ها در هیئت مؤسسان پنجم حاضر بودن خودش رو در عمل نشون بده. منم در پایان میخوام که اولا درود بفرستم به کانون‌های شورشی که نقطه ثقل مبارزات رهایی بخش مردم ایران در این مرحله بر روی دوش اونها هم میشه و به جلو پیش میره. و همچنین میخوام در پایان از برادر مسعود بخوام که درخواست نامنویسی من در مؤسسان پنجم رو قبول کنم. با تشکر. احسن. درود بر شما دکتر سعید سجادی. بله. و فی الواقع با نگاهی به تاریخچه تحولات رژیم و همینطور درود بر شما برای ثبت نامتون در مؤسسان پنجم. درست میگین شما، رژیمی که در آغاز با آمدن خمینی تلاش کرد که دامنه حاکمیت خودش رو در اقشار و لایه‌های مختلف گسترش بده، ولی به دلیل ماهیتش همونطور که شاهد هستیم مستمرن در حال خراتی و طبعا ضعیف‌تر شدن، از دست دادن نه تنها توده‌های مردم به تدریج همونطوری که من عرض کردم، در نهایت دوره‌بری‌های خودش رو هم به این ترتیب خراتی کرد و به وضعیتی که الان می‌دونیم، یعنی ایزولاسیون کامل رسید و به درستی شما گفتید که این از علائم سرنگونیش به دست مجاهدین و کانون‌های شورشی هست. انشاءالله که موفق بشیم که این نقطه پایان رو بر این رژیم با کمک کانون‌های شورشی بگذاریم. درود بر شما و بحث بسیار زیبایی که کردید. خب بعد از دکتر سعید سجادی باز هم در آمریکا عارف رو همراه خودمون داریم. سلام می‌کنم به عارف، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام به تمام عزیزان، مردم ایران. سلام به آقای ابریشمچی، خیلی خوشحالم که این وقت به من دادید. سلام بر شما و مهمان ما شدید و اجازه دادید که ما در این برنامه شرکت بکنیم. آقای ابریشمچی، 43 ساله که این رژیم داره شعبده بازی میکنه. بارک الله. یه روز لباس سبز میاد تن مردم میکنه، میاره وارد معرکه میکنه، یه بار خاتمی رو میکنه مرجع اصلاحات، یک بار کلید میده دست روحانی، ولی دیگه این شعبده بازی ها هیچی براش نمونده. و آوردن رئیسی جلاد هم دلیل بر اینه که نه رنگی براش مونده و نه کلیدی. در ایران اعتراضات عمومی همه جانبه و همگی شده و صف‌آرایی مردم در مقابل رژیم، ریشه آن به درون رژیم هم رسیده، در حالی که داریم میبینیم سران مافیایی رژیم دارن برای همدیگه خط نشون میکشنن و دعوت میکنن همدیگه رو به کف خیابان‌ها برای غمکشی. آوردن این جلاد 67 چیزی جز اعلام جنگ رژیم با مردم نیست. جنگ آخر مردم یک خط با رژیم دارن و اون خط سرنگونیه و جواب این رژیم همون مؤسسان پنجم و کانون‌های شورشیه. هموطنان عزیزم، مادران داغدار ایران، کمک در راه و این خانه تکانی هایی که رژیم به اسم اصلاحات داره انجام میده چیزی جز بحران سرنگونی رژیم نیست. در آخر این رو میخواستم بگم که به عنوان یک حامی کانون‌های شورشی اعلام آمادگی می‌کنیم که در مؤسسان پنجم اسم ما را هم بنویسند و در خدمت این انقلاب جدید و این مؤسسان پنجم به وظیفه خودمون عمل بکنیم. قربان شما، خیلی متشکرم از وقتی که اومدید. بله. درود بر برادر عزیزم عارف. من فرواقع اولا که واقعا تمجید میکنم، تبریک میگم اعلام آمادگی شما رو برای ثبت نام در مؤسسان پنجم و جنگ آخر و خط سرنگونی. فقط از فرهنگ شما کمک میگیرم و پیشنهاد میکنم الان که کلید و سبز و آبی و اینا
هیچ کدوم دوای دردی رو دوا نکرد، من پیشنهاد میکنم الان این رژیم به عنوان سمبل قفل دست بگیره، به دلیل اینکه فکر میکنم در تمام زمینه‌ها قفل بدون کلیدی رو برای خودش به وجود آورده. فکر میکنم این الان نه کلیده، نه سبز، نه رنگ و فقط یک قفل. این به نظر من اینو میشه زد بالای سر این انتخابات رژیم، قفل مطلق. درود بر شما. بله، باز هم از آمریکا تماس داریم. سلام میکنم به خواهرمون شیلا، خواهش میکنم بفرمایید. سلام خدمت شما آقای رفیعی و برادر شریف عزیز گرامی. سلام بر شما. زمانی که من 14 ساله بودم این افتخار نصیبم شد که با مجاهدین آشنا بشم. کمتر از یه سال بعد در همین رابطه تو زندان بودم و تو این مسیر در کنار همسالان خودم با پوست، گوشت، خون و به طور رو در رو و نزدیک با دشمن بشر و بشریت آشنا شدم. همینطور میتونم بگم در نقطه مقابلش با تمام وجود عاشق بودن و وفای به پیمان را تا آخر دیدم. الو، صدای من میاد؟ بله 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 بله، بله میاد صداتون، بفرمایید. صدای من میاد؟ بله بله، صداتون رو میشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم. صدای شما میاد، بفرمایید. خواهر شیلا. چرا فرمایید؟ ظاهرا صدای ما رو دریافت نمی‌کنن. خواهرمون شیلا از آمریکا، ما صدای شما رو دریافت می‌کنیم. بفرمایید، شما ادامه بدید. با تمام وجود عاشق بودن و وفای به پیمان رو تا به آخر دیدم. زمانی که در سال 67 دست دست کبوترای عاشق توسط رئیسی جلاد و دار و دسته قاتلش رو چوبای دار آزادی رو فریاد می‌زدن و درس ایستادگی تا به پایان را به عنوان شاخص و راهنمای عمل به مبارزان آینده آموزش می‌دادند، شاهد و ناظر تمام این صحنه بودم. حالا کانونای شورشی ادامه، ثمره و بازتاب راه همون مبارزان افتخارهای ایران است. در واقع جوشش خون همون عاشقاست که امروز جوانان دوباره پرچم آزادی خواهی را برافراشته و برای احقاق حقوق به یغما رفته ایران و ایرانی بلند شدند. تو این برهه از زمان که دست خامنه‌ای برای عامه مردم رو شده و دروغ اصلاح طلبیش برای همه مشخص شده، خامنه‌ای مجبور شده که دست به انقباض بیشتر و یک دست کردن رژیمش بزنه. از طرف دیگه هم کانونای شورشی به دوران بلوغ و باروریشون رسیدن. تو این برهه از زمان برادر میان اعلام مؤسسان پنجم رو میکنن که چقدر به جا و به موقع. همونطور که می‌دونیم دگرگونی و انقلاب روی سه پایه و محور می‌چرخه: عامه مردم و قطب بین‌الملل و نیروی پیشتاز و رهبر که وظیفه هدایت دو پایه اول رو بر دوش داره. کانون شورشی در داخل با مردم کار می‌کنه و وظیفه هدایت و کانالیزه کردن اعتراض‌ها رو به عهده داره و چه خوب از این کار عهده این کار بر اومده. اما اشرف نشان‌ها در خارج با قطب بین الملل در رابطه هستیم. هر قطعنامه‌ای که توی کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا تصویب میشه نتیجه تلاش هر روز و هر لحظه تک به تک اشرف نشان هاست که با گرد همایی ها روشنگری هایی که انجام میدن، چه برای مردم ساکنی که توی این کشورها هستن، چه برای سیاست مداران، کاری میکنن که نام ایران اسیر مشتی بیوطنه همواره روی میز باشه و جامعه جهانی بدونه اگرچه حاکمان داخل در ایران مشتی او باشند، اما ایران و ایرانی بی صاحب نیست و کسایی هستند که اگر شماها بخواهید دست در دست جلادان بگذارید شما را هم بی آبرو میکنه و قیمت سازش را برای شما بالا میبره و کاری میکنه که دنیا بدونه که شما هم شریک در جنایت هستید و نمیتونید در خفا هر کاری رو که خواستید انجام بدید. در همین رابطه می‌خواستم بگم در تاریخ 10 جولای وظیفه تک به تک انسان‌های با وجدان و با غیرت که در گرد همایی که داریم و سازمان ترتیبش رو داده، مقاومت ایران ترتیبش رو داده، شرکت کنیم و بدونیم که شرکت هر یک نفر از ما ذره‌ای از طناب دایی رو که برگردن هموطنمون میفته شل می‌کنه و باعث می‌شیم که خونی ذخیره بشه. احسنت. و در این رابطه این گرد همایی قدرت سازماندهی و تشکیلاتی نیروی پیشتاز رو نشون میده و نقشه مسیر پیش رو
نشون میدیم. در آخر میخواستم از تمامی آزاداندیشان که غم انسان رو دارن بخوام که دستهایشون رو در دستهای ما بگذارن و به دنیا و باعث بشن که دنیا از فرو رفتن در گنداب ارتجاعی قرون وسطایی آخوندی نجات پیدا کنه. هر انسان در پهنه آفرینش برای کار و وظیفه خلق شده برای رسیدن به کمال. هر کدوم از ما حکم پیچ و مهره‌ای را درون این دستگاه خلقت داریم که اگر هر کدوم از این پیچ‌ها شل بشه یا حذف بشه دستگاه خراب میشه و کارایی خودش را نداره. پس برادر، با افتخار اعلام میکنم که خواستار ثبت نام در مؤسسان پنجم هستم. لطفاً اسمم رو بنویسید. به امید آزادی رهایی ملت در بند ایران حاضر 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 هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. در ضمن همسرم هم خواستار ثبت نام در مؤسسان پنجم هست. ممنون از وقتی که به من دادید و تونستم با شما و هموطنانم صحبت کنم. با تشکر از شما. درود بر شما. درود بر خواهر گرامی شیلا و نکات بسیار زیبایی که گفتین که هر کدوم شایسته توضیحه، ولیکن زیباترین قسمت اونجایی بود که هم زنجیران و هم بندان خودتون در زندانهای مخوف رژیم رو به بهترین وجه یادشون رو و نامشون رو زنده کردید و ایستادگی اونها رو ربط دادین به خونی که از اونها در پیکر کانونهای شورشی جریان داره و حتما در خود شما به عنوان کسی که اون رو لمس کردید و الان دارین راه اونها رو ادامه میدین. و من به زیبایی تایید میکنم دعوت شما رو از همه کسانی که انسانیت در وجودشون موج میزنه که بیاند و به این مسیر بپیوندند برای اینکه شر این رژیم ضد بشری رو از سر مردم ایران، منطقه و جهان کم کنن. انشالله که موفق باشید. و من یادداشت کردم که همسر شما هم خواستار ثبت نام در مؤسسان پنجم هست. درود بر شما و ایشون. بله، تماس بعدی که فکر کنم آخرین تماس برنامه امشب باشه از سوئد هست. کوروش رو همراه خودمون داریم. سلام میکنم به کوروش. خواهش میکنم بفرمایید. خب ظاهرا تماس کوروش قطع شده. امیدوارم که تا در دقایق آخر بتونن تماس بگیرن و صحبتشون رو بکنن. من بعدش اجازه بدید از طرح بقیه سوالات خودداری بکنم، اما عطف به همه صحبتهایی که تاکنون شما کردید در پاسخ به سوالات یا هموطنانی که تماس گرفتن و در مورد وضعیت و شرایط امروز در واقع صحبت کردن، تحول درونی رژیم و حرکت رژیم به سمت یک پایه شدن و منقبض کردن رژیم توسط خامنه ای برای مقابله با قیام مردم ایران، میخوام سوال بکنم که پیامد این حرکت رژیم چیه و به طور مشخص چه پیامی داره برای هموطنانمون، برای خانواده بزرگ مقاومت در داخل، در خارج کشور، به خصوص در ارتباط با موضوعی که در پیش داریم، یعنی گرد همایی جهانی ایران آزاد. درود بر شما. من همینطور که میگین، البته شاید کاش مجال میبود و بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکردیم. من بعد وسط صحبتام اشاره کردم که اتفاقا پاسخ به همین نکته آخر شما هم هستش. این مقاومت از 4 خرداد به خصوص، یکی از هموطنانمونم اشاره کرد، نشون داد که بقایش در پذیرفتن پرداخت قیمت برای هر راه اصولی که پیش پاشه. این الان هم جلوی راه ما هستش، به خصوص وقتی که خامنه‌ای در چنین موقعیتیه. بنابراین سوالی که کردین، وظیفه هر ایرانی چی هست، اینه که تمام بهای لازم برای اینکه به بهترین وجه مراسم برگزار بشه بپردازه. ببینید، این داستان ما بوده در تمام این مدت و باید هموطنانمون بهش توجه بکنن. از روز اول تا امروز ما اونجا باقی موندیم، اونجا تونستیم به نبردمون ادامه بدیم که بهای آن چیزی رو که میفهمیم درسته به تمام و کمال بپردازیم. این پدیده در 4 خرداد توسط بنیانگذارها
بنیانگذارها پایه‌گذاری شد به عنوان مسئولین این مقاومت و بعد به درستی برادر مسعود این پرچم رو به دوش گرفتند و این مسیر رو با همین فرمول جلو آمدند. هر جا اصلی لازمه قیمتش رو باید تمام پرداخت و آخریش که امشب در واقع صحبتش بود همین مسئله عراق و آمدن به عراق چی بود؟ یه بهای سهمگین برای پرداختن که البته از توش راهگشایی برای ارتش آزادی بخش و بعد کانونهای شورشی به وجود اومد. این به اصطلاح راه درسته. بنابراین من فکر کنم قبل از هر چیز همه ما باید به این واقعیت اعتقاد پیدا بکنیم که رژیم از فرط استیصال در نقطه پایانه. هیچ راهی براش وجود نداره، هیچ برون رفت داخلی و بین المللی برای این رژیم وجود خارجی نداره و بنابراین تکپایه کردن رژیم، تصفیه باندها فقط و فقط رژیم رو ضعیف کرده و ضعیفتر هم خواهد کرد. اگر ما به این ایمان برسیم، بدون شک، بدون ذره تردید ایمان خواهیم آورد به این واقعیت که رژیم در نقطه سرنگونی. البته اینم من بگم، چون پرسیدیم وظایف هموطنان ما، فقط یک چیز در مقابل رژیم هست، اونم اگر بتونه ضربه بزنه به سر این مقاومت، یعنی تروریسم. و سلام. و بعد هم جنگ سیاسی، هموطنان اونم اضافه کرد، اشاره کردن برای اینکه این آلترناتیو رو لوش و لجن به سر و صورتش بپاشه، که من دیگه نمیخوام وارد بشم چون همه روی شبکه‌های اجتماعی میبینن، تو داخل کشور میبینن، تو خارج کشور هم میبینن که این ایجاب میکنه البته هوشیاری هموطنان ما رو تو این زمینه و اینکه با تمام قوا در این مسیر بایستن. من اجازه بدین وظایف این چیزی که سوال کردین چه باید کرد، این نقطه بود که شما سوال کردین الان چه باید کرد، این رو من فرموله کنم 1 2 3 4 به خدمت هموطنانمون عرض کنم. ببینید ما الان در حال برگزاری یک مراسم سیاسی نیستیم، همونطور که من در شروع گفتم ما در حال یک لشکرکشی سیاسی هستیم. همه به نقش کانونهای شورشی اشاره کردن. باید اول از همه ایمان بیاریم که ما در حال یک لشکرکشی سیاسی هستیم، یعنی اینکه این کهکشان چگونه برگزار بشه در سرنوشت و تسریع سرنگونی رژیم نقش داره، این رو باید به خوبی بهش توجه کرد و ایمان داشته باشیم. ما باید ایمان داشته باشیم که خودمون خالقه. ببینید اصل پایه‌ای حرکت این مقاومت کس نخارد بوده و روی این اصل جلو آمدیم. سوال، تا امروز پیروزی‌های سیاسی رو کی آفریده؟ کسی به ما داده یا همه از ما گرفتند؟ همه از ما گرفتند. توی لیست تروریستی بردن، خط مماشات چه کارهایی که با ما نکرد، بمبارون کردن، بله بمبارون کردن، بمبارانمون کردن، هر کاری از دستشون برآمده کردن، ولی چه کسی بوده که نقطه مقابل مثلا در زمینه سیاسی پیروزی به دست آورده؟ خودمون، ما بودیم که خودمون از لیست تروریستی خارج کردیم. الان خواهرها و برادرای اشرف نشانمون از آمریکا حرف می‌زدن، دقیقاً در دوران این رئیس جمهور جدید آمریکا تونستن اکثریت کنگره رو به دست بیارن و هر روز از هر دو حزب افزایش پیدا می‌کنه. پس وقتی این نسل تصمیم می‌گیره کاری رو انجام بده، غیر ممکنی در مقابلش وجود خارجی نداره. با ایمان به این توانمندی باید با تمام قوا وارد صحنه شد. برای چی؟ برای بسیج ماکسیموم، برای اینکه بتونیم هر چه بیشتر هموطنانمون رو وارد صحنه سیاسی بکنیم. این کار امکان پذیره. من گفتم نون تکپایه شدن رژیم رو و رسیدنش به بنبست رو به بهترین وجه میشه در بسیج ایرانیا خورد. چرا؟ چون دیگه هیچ کسی نمیتونه چنین تصوری داشته باشه که هیچ راه حلی جز سرنگونی این رژیم وجود داره. یک، دو، هیچ آلترناتیوی جز شورای ملی مقاومت که در حال ائتلاف در صحنه سیاسی وجود خارجی نداره. پس هر ایرانی، اصلا من نمیگم مجاهد، اشرفی، اشرف نشان، هر ایرانی که به ایران و ایرانی و آزادی اعتقاد داشته باشه و علاقمند باشه باید وارد این صحنه بشه. این باید یه وظیفه ملی و میهنی برای اون هستش که چیکار کنه که یک گام این رژیم رو به سرنگونی نزدیک کنه. اجازه بدین من زیر حرف یکی از هموطنانمون خط بکشم. گفت الان که ما داریم اینجا تو خارج کشور هستیم، این نه تنها کانونهای شورشی، کودکان کار چه کار دارن میکنن؟ کارتون خوابا چه کار دارن میکنن؟ آیا ما نباید به این بیاندیشیم؟
آیا ما به این که اینجا خودمون در آسایش هستیم بایستی که اکتفا بکنیم؟ آیا حقه یا نه؟ پس ببینید وقتی سردنگون کردن رژیم امکان پذیره، دیگه نرفتن و نپرداختن به سردنگون کردن این رژیم امری واقعا ضد ایرانی و غیر ایرانی. بنابراین در کهکشان آلترناتیو به سوی پیروزی، برای اوجگیری این آلترناتیو باید وارد صحنه شد و رژیم رو با عواقب آنچه که انجام داده روبرو کرد، یعنی با انتخاباتی که به صورت تکپایه. عواقبش چی هستش؟ عبارت از ضربه سیاسی که میشه به پیکر این رژیم وارد کرد. و در این مسیر به نظر من هموطنان ما وظایف مشخصی دارند: ماکسیموم بسیج، ماکسیموم کمک مالی به این مقاومت برای برگزاری همین مراسم، هوشیاری در مقابل اقدامات تروریستی رژیم، هوشیاری در مقابل جنگ سیاسی رژیم و همچنین تلاش برای بسیج هرچه بیشتر شخصیت‌های سیاسی، جهت اینکه این کهکشان علاوه بر نشان دادن قدرت پایه توده‌ای این مقاومت، نشان توانمندی سیاسی این مقاومت هم باشه. هموطنان ما اگر این کارو بکنه، انشاءالله که روز 10 ژوئیه 19 تیر، روز یک ضربه سیاسی کاری به پیکر نحیف رژیم خواهد بود انشاءالله. بله انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما. الان به من اطلاع میدن در آخرین دقایق برنامه تماس کوروش از سوئد وصل هست. بشنویم. کوروش عزیز، ما ماکسیموم 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. خواهش میکنم در 2 دقیقه حرفاتون رو بگید که بعد بتونیم از حضور بینندگان مرخص بشیم، چون بخش بعدی خبر هم در پیش است. بفرمایید. خواهش میکنم. با سلام خدمت شما آقای رفیعی و مهمان عزیز برنامه برادر شریف و با سلام به کانونهای شورشی. بله حتما، چشم. من فقط به این نکته آخری که برادر شریف گفتن بگم: حاضر حاضر حاضر. 1 2 3 100 هزار اشرف رو برادر مسعود ساختی، کانونهای شورشی رو پایه‌ریزی کردی، تأسیس مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش رو از 30 خرداد امسال اعلام کردی. برادر مسعود، از اولین سخنرانی شما توی مسجد دانشگاه تهران بعد از آزادی از زندونای شاه خائن، مسیر سرنگونی رژیم خمینی رو برای رسیدن خلق قهرمان به آزادی ترسیم کردی. دو سه سال هر آنچه را که گفتی عین واقعیت بود. اینکه بعد از 30 خرداد گفتی افعی کبوتر نمیزاد و امروز بعد از 40 سال همه دیدن که از افعی ولایت فقیه فقط حیوانان درنده و گزنده ازش در میاد. در مورد کهکشان امسال فقط یه نکته میخواستم بگم که بعد از نمایش انتصابات خامنه‌ای، در واقع کهکشان صندوق رأی مردم برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه و با شرکت تو کهکشان امسال هر کسی رأی خودش برای سرنگونی رژیم رو مهر میکنه. برادر مسعود، به یمن پاکبازی شما و اعتمادی که مردم چه در داخل چه در خارج از کشور به شما دارن و همینطور کانونهای شورشی از داخل و اشرف نشانها در خارج از مرزهای ایران، در مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش ثبت نام کردن و دفتر ثبت نام سربازان شما فکر کنم دیگه پر شده و دیگه جایی باقی نمونده باشه. آخه 80 میلیون مردم ایران تو این دفتر ثبت نام کردن رو میکنن. از شما تقاضا میکنم لطفاً تو یه گوشه‌ای تو این دفتر هر جا که پیدا کردی اسم منو بنویس و این افتخار رو نصیبم کن. حاضر حاضر حاضر. خیلی ممنون، شبتون خوش. درود بر شما. واقعا به زیباترین و خلاصه‌ترین وجه گفتید، به خصوص اینکه شرکت در کهکشان انداختن رأی در صندوق سرنگونیه و اینکه 80 میلیون در این کتاب اسم نوشتند. انشالله که خدا شما رو موفق بکنه برادر عزیزم کوروش. با خداحافظی از کوروش عزیزمون. بله و تشکر مجدد برادر شریف از شما به خاطر فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. این فرصت طولانی و در خدمت دوستان و هموطنان بودیم و با عرض معذرت از دوستانی که موفق نشدیم صحبتاشون رو بشنویم، به اتفاق آقای مهدی ابریشمچی مهمان برنامه امشب، از حضور شما مرخص میشیم تا برنامه‌های بعدی. و اینکه من حاضر میگم برای اینکه هر موقع که بخواید خدمت شما و هموطنانمون هستم با افتخار. خدا نگهدار همگی. خدا حافظ شما.